خب حتما شنیدین که خامنه ای بارها تاکید کرده که رژیم در بن‌بست نیست و برای مشکلات راه حل داره، مخصوصا مشکلات اقتصادی که بارها خودش برای اونها راه حل و رهنمود هم داده. بخشی از راه حل و تاکیدات خامنه ای رو بشنویم. در اداره اقتصادی کشور راه وجود داره، اینجور نیست که ما دچار بن‌بست باشیم، نه، راههایی وجود داره و میشه این راه ها رو پیمود و رفت. ما مشکلات اقتصادی داریم، بارها هم گفتیم مشکل داریم اما بن‌بست نداریم. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی. نگذارید کسانی اینجور وامونمود کنن که کشور به بن‌بست رسیده. کشور به بن‌بست نمیرسه، جمهوری اسلامی به بن‌بست نمیرسه. بله، همین چند شب پیش هم علم‌الهدا که دامادش رئیس جمهور مطلوب همین خامنه‌ایه در یک هیئت سخنرانی کرد و علی‌رغم همه هارت و پورتایی که تو نماز جمعه از اون میشنویم به واقعیت‌ها هم اعتراف کرد. بشنویم از علم‌الهدا. خیلی عرضم به حضورتون که گره‌های کوری در جریان مدیریت اقتصادی جامعه ما و رشد اقتصادی ما ایجاد کردن. بحث تنها قطع ارتباط بانکی یا روابط مالی نیست، اصلا جوری برنامه ریزی کردن که ما در یه محاصره قرار گرفتیم که از هر طرف مسئولین میخوان یه جوری از این بن‌بست خودشون نجات بدن، به یه بن‌بست شدیدتری دچار میشن، به جوری که به هر طرف میرن از بن‌بست در بیان یه بن‌بست دیگری. بله وجود داره، البته هیچ شکی وجود نداره که این رژیم در بن‌بسته و راه برون رفتی هم نداره. اما اعتراف مأیوسانه علم‌الهدا علی رغم تکذیب‌های خامنه‌ای بیانگر این واقعیته که رژیم به ته خط رسیده و حتی علم‌الهدا هم که دیگه حرف خامنه‌ای رو می‌بینیم قبول نداره و ناامید شده، به همین خاطر ناگزیر میشه به بن‌بست نظام اعتراف کنه.